کنگره ایالات متحده آمریکا، جلسه استماع زیر کمیته خاورمیانه و آفریقا به ریاست ایلیانا روزلهتینن، پیوند رژیم‌های ایران و سوریه و تأثیرات آن در منطقه، 31 ژوئیه 2013. شاهدان: جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد، و مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها. حسن روحانی یک میانه رو نیست. اگر او توانایی ایستادن در مقابل خامنه ای را داشت، انتخاب وی غیر ممکن بود. The subcommittee will come to order. After recognizing myself and ranking member Deutsch for 5 minutes each for our opening statements, I will then recognize other members seeking recognition for 1 minute, and I hope that you do give a statement. We will then hear from our witnesses. Thank you, gentlemen, for being here. And without objection, زیرکمیته خاورمیانه و آفریقا در کنگره آمریکا به ریاست ایلیانا روزلهتینن روز چهارشنبه 31 ژوئیه مطابق با 9 مرداد 92 یک جلسه استماع به منظور بررسی روابط رژیم ایران و با حکومت سوریه و پیامدهای آن برای منطقه در واشنگتن برگزار کرد. در این جلسه استماع جان بولتون، سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد، و مارک دوبوویتس، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها و کارشناس امور خاورمیانه شرکت داشتند. طی این جلسه بحران سوریه و مداخلات فزاینده رژیم آخوندی در کمک به همپیمان خود بشار اسد، پرونده اتمی دیکتاتوری آخوندی و تحریم ها و راه کارهای برخورد با بن‌بست اتمی، به ویژه با روی کار آمدن آخوند روحانی و همچنین افسانه وجود میانه رو در درون این رژیم مورد بحث و بررسی میان قانونگذاران و شهود قرار گرفت. سفیر جان بولتون و مارک دوبوویتس ضمن رد وجود میانه رو در درون رژیم ایران بر ضرورت اتخاذ سیاست قاطع در قبال این رژیم تاکید کردند و گفتند آمریکا و غرب نباید زمان دیگری را با حسن روحانی از دست بدهد، چرا که او یک فریب دهنده است. آنها راه حل نهایی را برای جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح اتمی، تغییر این رژیم در ایران توسط مردم دانستند. در ابتدا ایلیانا روزلهتینن، رئیس زیرکمیته خاورمیانه و آفریقا، در سخنان افتتاحیه خود به نقش مخرب و خانمانسوز رژیم آخوندی در منطقه و به طور خاص در سوریه اشاره کرد و گفت دمشق میخ محوری رژیم ایران در منطقه خاورمیانه است. از این رو رژیم تهران به بشار اسد میلیاردها دلار منابع مالی مستقیم و اخیراً نیز 4 میلیارد دلار خط اعتباری به او داده است تا به اعمال بحشیانه خود علیه اپوزیسیون ادامه دهد. همچنین مشاوران و پرسنل نظامی شامل سپاه پاسداران را برای کمک به اسد به سوریه اعزام کرده است تا در کنار آنها علیه مردم سوریه بجنگند. خانم روزلهتینن ضمن انتقاد به بیعملی دولت اوباما نسبت به تحولات منطقه، سیاست مذاکره با رژیم آخوندی را یک گمراهی خواند و افسود این نگرانی وجود دارد که دولت آمریکا به تهدید رژیم ایران اولویت لازم را ندهد. ما باید دولت را از دادن هر گونه امتیازی به حکومتی که حامی تروریسم است و ثبات منطقه را تضعیف می کند برحذر داریم. رئیس زیرکمیته خاورمیانه و آفریقا در کنگره آمریکا در مورد آخوند روحانی گفت رئیس جمهور جدید رژیم ایران آن میانه رویی که بسیاری مشتاق دیدن آن در ایران بودند نیست، و از طرف دیگر این ولی فقیه است که تصمیم گیری می کند و سیاست های او تغییر نیافته است. We must keep the pressure and increase sanctions on Iran and Syria. In the wake of last month's election in Iran, I must continue to caution the administration on offering more concessions to a state sponsor of terrorism that continues to undermine the stability in the region. I must reiterate that this new leader is not the moderate
that many have been so eager to believe in Iran. It is the supreme leader who still calls the shots, and his nefarious ambitions have not been altered. سفیر جان بولتون نیز اظهار داشت تمامی مشکلات اصلی که در منطقه خاورمیانه رخ می‌دهد از رژیم ایران و دخالت‌های این رژیم از طریق نوری مالکی در عراق و رژیم اسد در سوریه و حزب الله در لبنان ناشی می‌شود. برای چند دهه رژیم ایران بانکدار جهانی تروریسم بوده و تهدید اصلی نیز به وضوح برنامه اتمی رژیم ایران است. جان بولتون افزود تحریم‌ها ابتکار خوبی است، اما برای بازداشتن رژیم ایران از سلاح اتمی کافی نیست، بلکه راه حل در بزیر کشیدن رژیم در تهران است. این رژیم حاضر است خونهای بسیاری از مردم سوریه بریزد و رژیم اسد را در قدرت نگه دارد. رژیم ایران فاصله زیادی با اتمی شدن ندارد. من بر این باورم که تنها گزینه ما حمله نظامی پیشگیرانه بر روی سایت‌های اتمی این رژیم است. من طی سالیان این نظریه را داشتم. می‌دانم که این گزینه بسیار نامطلوبی است. اما وقتی که رژیم ایران مسلح به سلاح اتمی را در نظر می‌گیریم و چه کارهایی می‌توانند با سلاح اتمی انجام دهند، چندان نامطلوب به نظر نمی‌رسد. I do believe that the only option is a preemptive military strike against Iran's nuclear program. I believe that for quite some number of years. And I know this is a very, very unattractive option, but it is a far worse option to contemplate Iran with nuclear weapons. در رابطه با روحانی سابقه او گواه خوبی است بر این موضوع که او آدم همین رژیم است و در عرض 30 چند سال هم این چنین بوده است. و اگر او توانایی ایستادن در مقابل خامنه ای را داشت، اصلا انتخاب او غیر ممکن بود. جان بولتون در پاسخ به سؤال یکی از قانونگذاران که پرسید، آیا فکر می کنید ارزش دارد با روحانی وارد مذاکره شد؟ گفت، We've negotiated for 10 years. And you know, at some point you can say how much longer we have to wait. The criticism of Ahmadinejad when he was president by the so-called moderates had nothing to do with his objective to get a deliverable nuclear weapons capability. من فکر نمی کنم او ارزش گفتگو کردن را داشته باشد. ما به مدت 10 سال گفتگو کردیم و در نقطه ای باید پرسید ما چه مقدار بیشتر می توانیم منتظر بمانیم. انتقاد از احمدی نژاد توسط به اصطلاح میان روها هیچ ربطی به اهداف رژیم ایران برای به دست آوردن توانایی اتمی نداشته است. بنابراین من فکر می کنم روحانی کاملا در مقامی قرار گرفته است که دقیقا نقش و استراتژی زمان خریدن را بازی کند تا در جریان گفتگو امتیاز دریافت کند و زیرساخت‌های اتمی را گسترده تر سازد. جان بولتون در بخش دیگری از اظهارات خود سیاست بیعملی اوباما را رد کرد و گفت خطر عمل نکردن این است که رژیم ایران تأسیسات بیشتری ایجاد می کند. به این دلیل این نظریه که حالا زمان مذاکره است یک نظریه بسیار بسیار خطرناک است. And it's true that the United States has said in both the last administration and this one that all options are on the table, but nobody believes that. And I think if they don't act in the very near future, then the almost certain outcome is that Iran gets nuclear weapons, and very, very soon. And if that happens, as I said a moment ago, I think at least 3 other countries in the region move quickly to get nuclear weapons themselves. مارک دوبوویتس، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در مورد آخوند روحانی گفت پیروزی انتخاباتی روحانی افسانه میان روی رژیم را مجدداً به میان آورده است. اما این ساده لوحی خواهد بود اگر انتظار تغییر قابل توجهی در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی در دوران روحانی داشته باشیم. در طی جنگ سوریه روحانی نماینده شخصی ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی بود. بنابراین او در قتل عام 10,000 تن از سوری‌ها مشارکت داشته است. سابقه او روشن می کند که او فریب دهنده اتمی بوده است و به او در مورد موضوع سوریه نیز نمی توان اعتماد کرد. The election victory of Mr. Rouhani has revived a myth as old as that of the revolutionary theocracy itself, the myth of moderation. Were Mr. Rouhani a truly different kind of Iranian leader, he would insist that Iran and its terrorist subsidiary Hezbollah
stop assisting the Assad regime to murder Syrians. He would end the repression of Iranians and fully comply with Iran's nuclear obligations under international law. This optimism, however, مارک دوبوویتس غرب را از دادن هر گونه امتیازی به رژیم آخوندی در مذاکرات اتمی برحذر داشت و تأکید کرد این ایده که به رژیم ایران حق غنی‌سازی داخلی داده شود ایده های خیالی است، چرا که این یک رژیمی است که تمایل خودش برای فریبکاری و حق بازی را اثبات کرده است. در جلسه استماع کنگره قانونگذاران آمریکایی نیز بر تهدید فزاینده رژیم آخوندی برای منطقه تاکید داشتند. از جمله نماینده کنگره تد دویچ گفت برآورد می شود که رژیم ایران به بشار اسد 500 میلیون دلار در ماه می دهد و برایش روزانه 5 تن محموله نظامی می فرستد. زیرا سقوط اسد یک ضربه خورد کننده به توانایی رژیم ایران برای فرستادن تسلیحات سنگین به لبنان خواهد بود. نماینده کنگره آدام کینزینگر نیز گفت هنگام حضورش در عراق بدترین وضعیتی را که شاهد بوده است مداخلات رژیم ایران در عراق بوده که باعث از دست رفتن جان بسیاری انسانها شده است.